سلام دوستان، فراز هستم. در این برنامه به ماجرای دلخوری شدید رضا شفیعی جم از رامبد جوان و داستان طلاق شفیعی جم میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهرت دنیای پیچیده‌ایه که در عین لذت بخش بودن دشواری‌های خاص خودش رو هم داره. هنرمندان و سلبریتی ها از مشکلات دنیای شهرت بیش از همه برخوردار میشن و زندگیشون زیر ذره بین هواداران و مخالفانشون قرار میگیره. زندگی شخصی هنرمندان و چهرهای سرشناس همواره برای هوادارانشون جذابه و مخالفانشون هم از همین بخش برای زمین زدن اونها استفاده میکنن. یکی از مورد توجه ترین مسائل درباره سلبریتی ها ماجرای ازدواج و جدایی اونهاست که در صورت عدم مدیریت صحیح میتونه حواشی زیادی ایجاد کنه. رضا شفیعی جم یکی از چهرهاییه که ماجرای جدایی از همسرش با حواشی زیادی برای اون همراه بود و زندگی شخصی اون زیر ذره بین نگاه هواداران و مخالفانش رفت. برنامه شام ایرانی به کارگردانی بیژن بیرنگ و سروش صحت سال 93 با حضور هنرمندان به صورت یک مسابقه برگزار شد. در شبی که رضا شفیعی جم به عنوان میزبان پذیرای دوستانش بود، ماجرای جداییش رو مطرح کرد و این شروع ماجرا بود. این برنامه با حضور محمد رضا هدایتی، محمد رضا شریفی نیا و برزو ارجمند و میزبانی رضا شفیعی جم در حال برگزاری بود که صحبت‌های آقای بازیگر براش دردسرساز شد. رضا شفیعی جم در این برنامه به ماجرای جدایی از همسرش اشاره کرد و گفت پول زحمت 20 سالم رو برای 6 ماه زندگی از دست دادم و مجبور شدم برای پرداخت مهریه همسرم خونم رو بفروشم. این صحبت‌های رضا شفیعی جم بعد از پخش این قسمت از برنامه شام ایرانی حسابی جنجالی شد و هر روز حواشی جدیدی برای آقای بازیگر رقم زد. ویدیویی از این بخش صحبت‌های رضا شفیعی جم در فضای مجازی و سایت‌ها منتشر شد و صدای اعتراض آقای بازیگر را بلند کرد. ماجرای جدایی رضا شفیعی جم به همین جا ختم نشد و فضای مجازی بیشتر روی این موضوع مانور داد. دردسر جدایی رضا شفیعی جم و صحبت‌هایی که در شام ایرانی مطرح کرد بعد از مدتی ماجرای ازدواج و جدایی او و ماهایا پتروسیان رو شکل داد و باعث عصبانیت خانم بازیگر شد. ماهایا پتروسیان با انتشار پستی در اینستاگرامش به این ماجرا واکنش نشون داد و عکسی از همسر سابقش رو به اشتراک گذاشت و به این شایعه خاتمه داد. رضا شفیعی جم بعد از سالها در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره ماجرای جدایی صحبت کرد و از مطرح شدن این موضوع بدون اجازه خودش گله کرد. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون به ویدیویی که از شام ایرانی پخش شد اشاره کرد و گفت من می‌خواستم که این بخش از صحبت‌های من از برنامه حذف بشه، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و زندگی شخصی من روی بیلبورد قرار گرفت. مسئله ازدواج و جدایی من بدون اجازه روی بیلبورده. این کار قشنگی نیست. البته برای من نه، بیشتر برای طرف مقابل. برخی سایت ها هنوز برنامه شام ایرانی رو بالا میگذرن. من بازیگرم و بازیگری کارمه و این کارها خوب نیست. اون بخش از مصاحبه من هم قرار بود از برنامه حذف بشه، اما کم لطفی کردن و حذف نشد. عیبی نداره، اما ای کاش ادامه ندن. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون از حاشیه سازان انتقاد کرد و به ماجرای ازدواج با ماهایا پتروسیان که فضای مجازی باعث شکل‌گیری اون شده بود اشاره کرد و گفت خانم ماهایا پتروسیان به من زنگ زد و خیلی ناراحت بود. می گفت به من زنگ میزنند و میگن تو شفیعی جم رو در زندگی مشترک اذیت کردی، ولی ما که اصلا زن و شوهر نبودیم و شاید نقشش رو بازی کردیم، اما مردم اشتباه گرفتن. حاشیه بخش جدایی ناپذیر زندگی هنرمندان و چهرهای مشهوره، اما بازی کردن با سرنوشت، آینده و اعتبار آدمها کار غیر اخلاقیه و همواره سلبریتی ها رو دوچار دردسرهای جبران ناپذیری کرده. رضا شفیعی جم هم یکی از چندین هنرمندیه که ماجرای زندگی خصوصیش روی بیلبورد قرار گرفت و سالهای سال حواشی زیادی برای اون در پی داشت.
رضا شفیعی‌جم در بخش پایانی صحبت داشت در برنامه‌ای که از تلویزیون پخش شد به ماجرای شایعه‌سازی و ایجاد حاشیه برای هنرمندان اشاره کرد و گفت من راضی به این شرایط نیستم و دوست دارم مردم پیگیر کارها و هنرم باشن. اگه حاشیه میخوان من خودم میام و همه چیزم رو میگم. اما این همه گریم و نویسندگی میکنیم تا لایه‌های زیبایی از انسان رو نشون بدیم تا مردم دچار افسردگی نشن. اما این حواشی جز بار منفی و افسردگی چیزی نداره. او همچنین دلخوری شدیدی هم از رامبد جوان داشت. رضا شفیعی‌جم با انتقاد از رامبد جوان نوشت خدا به من اراده‌ای بده تا دیگه به خندوانه نرم. پس از اجرای استنداپ کمدی رضا شفیعی‌جم در برنامه خندوانه، مخاطبان او در اینستاگرام به انتقاد از اجرای ضعیف استنداپ او پرداختند که شفیعی‌جم در پاسخ به این انتقادات رامبد جوان رو مقصر این اتفاق دونست. او در بخشی از پیام خودش نوشت هدف تخریب من بود، خدا به من اراده‌ای بده که دیگه خندوانه نرم. رامبد وسط اجرام چشماشو بست و گرفت خوابید. تمام صحنه‌های بامزه و خنده‌های مخاطبا رو برداشته بود. بعد چند سال به امید انرژی متقابل اومدم، اما با تلخی روبرو شدم و بی‌محلی. و از وسطا چشماشو بست رامبد و خوابید و منم از استرس این فرکانس هنگ کردم و فقط میتونم بگم هدف تخریب من بود. بدترین اجراها رو با تدوین و موزیک میشه بهترین کرد. در کل خدا به من اراده‌ای بده که دیگه خندوانه نرم. فکر میکردم دوست هستیم، ولی از ریاکشانش تو کار فهمیدم نیست. و اینکه من که ریوندی نیستم و مجلس گرم کن. این مدل استنداپ نوستالژیکه و نیاز به پاسکاری داره. بعد خودش خاطره پشت خاطره میاد. تماشاچی هم با خنده‌های ما میخنده و فضا گرم میشه. ولی چشماشو بست و خوابید. من وسط ضبط صداش کردم و گفتم لطفاً نخواب. اگه از من خوشت نمیاد چرا دعوتم میکنی؟ هنوزم نمیدونم چرا. رضا شفیعی‌جم ادعا میکنه که رامبد جوان از عمد کاری کرده که اجرای اون ضعیف به نظر بیاد و حتی در وسط اجرای اون خوابیده و همچنین گفته که دیگه به خندوانه نخواهد رفت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید، میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.